var derdimiş. Oh bir şumara vay. Ay bir doktor gofta var, doktor bir gofta vay vay. Hızı size ya babar haber ne dare bey vay. Hızı size ya babar haber ne dare bey. نمیخواستم دکتر رو دعوت کنم، آخر روم نمیشد. هر بار طفلی رو میاریم اینجا با این همه آلاف و الوف استراتژیکی، به جای این که یه چیز درست حسابی بذاریم جلوش، اشکه نمیذاریم جلوش، همش بدبختی و فلک زدگی نظام رو میگیم بهش. چهار تا سال از پاسدار و بسیجی گیج تحویلش میدیم. کمروی اجازه نمیداد دعوتش کنم، ولی من اینقدرم کمرو نیستم، ولی بالاخره دعوتش کردم و گفتم حالا که دعوتش میکنم تا ته سآل رو میرم، سآل جوابه رو باید تا ته ببرمش و اون چیز جرسومه استراتژیک هر سآلی رو از ایشون بکشم بیرون، ولی دیدم آقا اینقدرم پررون نیستم. بالاخره تو کمروی یا پررویی؟ همینطور، نه اونقدر کمرو هم نه خیلی پررو. فهمیدم استراتژیکی همچی از اون تیپ های نیمرو هستی. روشن شد یا ببرم رو چراغ یه چرخی بزنیم تا روشن شی. روشن آیه دکتر بزن بادر، شما واقعا مثل یک پروژکتر استراتژیکی هستی که رو هر چیزی که نور بندازیم بالواقع روشن میکنم. که میخ محبتت لاستیک دلمو پکونده. الهی وانت بشم میدون بشی دورت بگردم. روشن شد یا یه چرخی باید بزنیم تا چراغای میدون روشن شه. آیه دکتر بزنبادر، یک سوال نیمه تاکتیکی و نیمه استراتژیکی دارم در مورد لغو سفر منومیم به یمن. میخواستم بپرسم که چرا این سفر منتفی شد؟ ایشون که دانشگاه که نمیخواست بره که بترسه، سازمان ملل هم نیست که بلندشن برن بیرون و خلاصه اونو سنگ رو یخش بکنن، مقام معظم هم نیست که بگن مرگ بر دیکتاتور، رئیس جمهور هم نیست که بهش بگن عامل تبعیض و فساد. خب کن دیگه، نمیخواد هی بگی چی نیست چی نیست. علت نرفتنشون یه سری مسائل پزشکی و بیمارستانی و این حرفا در میون بوده. یعنی آیه دکتر بزنبادر حالشون خوب نبوده؟ حالشون هیچ وقت خوب نبوده، ولی مسئله بیمارستانی تو یمن دارم میگم. فهمیدم، حالا بیمارستانی داری میگی که نظام تو یمن ساخت و همون بسنش همون دیگه. خیلی خیلی بادش نزن قضیه رو. آیه دکتر بزنبادر میگن سلاح ملاد زیاد بوده تو شبه. حالا دیگه البته سلاح چندانی توش نبود، بیشتر مواد منفجره بود و نمیدونم بمب کنار جاده‌ای بود و اینا، برای بچه ها گردونه که اونجا روشون کار بکنن. ده بارم من بهشون گفتم بابا اونجا رو پوش بپوشید، بگید ما اینجا دکتریم زبونم بلد نیستیم، همینجوری کارتون رو بکنید. عقل ندارن، عقل ندارن، مخفی کاری تو کارشون نیست. مریض اومده میگه آقا آلزایمر دارم، این مشنگ اومده خودش رو دکتر جا بزنه، گفته اه زانتیاتو فروختی آلزایمر گرفتی، اینجوری میخوام بهت بگم. یکی دیگه اومده گفته مادرم مرد، دوباره این گفته که اه قبلنم سابقه داشته یا اولین دفعه بوده. دوباره مریض اومده گفته نمیدونم فلان مریض که قبلا میآوردی بهش کمیته امداد اونم مرد، گفته بود اه مگه اون طرف بنز نداشت چجوری مرد. میخوام بهت بگم که چپ و چارسپ دست گل بود که همینجوری عین باغ میدادن به آب، خلاصه اینقدر دست گل باغ دادن تا قضیه لو رفت. اما همه این حرفایی که زدن یه طرف، این حرفا چی بود؟ این حرفای دکتر بزنبادر دور رو گوهر بود. اون که بله قربون مرامت،
ولی بالاخره نگفتی این حرفایی که زدن چی بود؟ بالاخره این بدبسط تاکتیکی بود یا استراتژیکی بود؟ استراتژیکی؟ آقا دکتر استراتژیکی بابا جون من هنو بس استراتژیکی مونده حرفه همه وقتی که رو تو گذاشتم. ما زیاران چشم یاری داشتیم، هندونه کاشتیم اما خیار برداشتیم. بابا جون استراتژیکی رو هنوز نگفتم، میخوام بگم که دوره عوض شده دیگه، نمیشه هر بسیجی پاسداری رو همینجوری انداخت و برو مرزی کرد، لو میره. این همین قضیه استراتژیکیش اینه.